سلام عرض می کنم خدمت شما دوستای عزیز و گل، خوش اومدید به این قسمت از ویدیو. بچه اومدم در رابطه با ست، یا بهتر بگم کل رشته های زبان تخصصی، بازار کارشون، مزایا و معایبشون بهتون بگم. این ویدیو آپدیت شده ویدیوهای قبلی هستش. بچه ببینید، شما وقتی میخوای وارد یه رشته بشی، یه رشته زبان، خب من شنیدم از خیلیا که صرفا چون قبولی توی رشته زبان راحت تره و برای این که از خونواده دور بشن و رها بشن، به قول معروف میان و سعی میکنن کنکور زبان بدن، چون اصلا هدفشون اینه که از خونواده دور بشن، که یه هدف معقولی هم هسته، چون توی خونه بمونی سر 3 سالگی، کلن 3 سال بمونی توی خونه، اونقدر چیز روحی بهت میدن که از نگاه اطرافیان، آدمای دیگه، کلن از لحاظ روحی نابود میشی. رشته های زبان رشته هایی هستن که قبولی توشون به نسبت راحت تره، حتی الان همیشه راحت تر بوده و ظرفیتشون هم بالاتر بوده. ما 3 رشته اصلی داریم برای زبان، اونم آموزش زبان هستش یکی، و دومی ادبیات انگلیسی، و سومی هم مترجمی زبان. من با فرهنگیان کار ندارم، چون فرهنگیان خب مشخصه دیگه، یه رتبه خاص میخواد، که یعنی ترازش خاصه، معمولا رتبه خیلی خوبی هم باید بیاری تا فرهنگیان قبول بشی. حتی توی خیلی از موارد دانشگاه های دیگه از لحاظ بار علمی، مهاجرت کردن، معتبر بودن مدرک، از همشون از فرهنگیان بهترن. همه دانشگاه های تاپ، نه دانشگاه های عادی و معمولی روزانه. و اینو بهتون بگم که فرهنگیان اگه بخواید برید الان، حقوق بسیار خوبی بهتون میده. شما میتونید به هر حال معلم بشید و توی این وضعیت اسفباری که برای اقتصاد به وجود اومده 10 ساله، حداقل بتونید یکم خودتون رو به قول معروف پیشرفت بدید. و بجز این رشته های زبان که نام بردم براتون به چه صورت هستش و 3 مدل داریم ما، که باید ببینی شما از زبان چی میخوای. من توی ویدیو قبلی اومدم گفتم بچه ها، این حرف رو زدم یاد ویدیو قبلی افتادم، گفتم بچه ها کنکور ببین چی میخوای ازش، کنکور نده اگه نمیتونی تصمیم گیری کنی. خیلی ها گفتن آقا من درس بخونم یا نخونم. بچه ها آینده خودتونه، به من ربطی نداره، که من فقط چیزی که توی ذهنم رو میگم. ممکنه تو یه کاری رو انجام بدی، موفق ترین فرد جهان بشی، ممکنه انجام بدی و خیلی معمولی بشی، اصلا به خودت همه چی بستگی داره. و صرفا من خواستم یه ویدیو براتون ضبط بکنم و بگم که این راه ها هم وجود داره. پس لطفا درستون رو بخونید، حداقل امسال رو بخونید، و بعدش میتونید فکر بکنید دیگه، چون هر وضعیت و هر شرایطی برای هر شخص متفاوته و صرفا با فکر کردنه که تو میتونی به راه مناسب برسی. و سلام. خب داشتم میگفتم رشته های زبان باید ببینی برای مهاجرت میخوای. خب من یکی میگه من برای مهاجرت میخوام. مهاجرت رکنش چیه؟ دانشگاهت یه مقدار تأثیر داره، این که تو دانشگاه روزانه باشی، دانشگاه پیام نور باشی، یا دانشگاه های تاپ باشی، تاپ روزانه، که خب برای مهاجرت از هر ستاش میتونی اقدام بکنی، حالا یا آزاد و پیام نور، یا روزانه، یا تاپ، دانشگاه های تاپ. و زیاد تفاوت اساسی ایجاد نمیکنه این وسط، فقط توی دانشگاه های تاپ چون جو مهاجرتی زیاده، یه مقدار نمره مثبت شما بیشتر خواهد بود. اگر برای مهاجرت، که خب این دانشگاهش، و باید ببینی کدوم رشته ها خوبن توی زبان، کلا 3-4 تا بیشتر نداریم. بهترین رشته برای مهاجرت 2 تاست. من همیشه گفتم بچه ها رشته آموزش انگلیسی یه رشته خیلی خوبه که مهاجرت پذیرترینه. خب اما اینکه شما بخوای کار پیدا کنی، حتی تو کشور خارجی چه تو کشور ایران، رشته های زبان رشته های معقولی نیستن برای کار پیدا کردن. یعنی اگه تو نتونی کار پیدا کنی، تمومه، قید مهاجرت رو باید بزنی و برگردی. خب میتونی مثلا کارشناسی رو اینجا یکی از رشته های زبان انتخاب کنی، بعدش کلن رشته تو عوض کنی کلن، یعنی اصلا بری مهندسی بخونی به عنوان مثال. البته که باید توی زیر شاخه های کارشناسی خودت باشه، ولی خب به صورت کلی دارم مثال میزنم. شما به قول معروف بهترین رشته برای مهاجرت فعلا آموزش زبان انگلیسی. ممکنه بگی آقا ادبیات که بهتر بود. بچه ها ادبیات
20 برابر آموزش زبان انگلیسی سختره و خیلی از پسش بر نمیاد. شما مثلا باید شعرهای شکسپیر رو بیای تحلیل کنی. ما توی فارسی خودمون شعرهای حافظ رو به زبان فارسی نمیتونستیم تحلیل بکنیم. حالا فرض کنید شما مثلا باید شعرهای شاعرای بزرگ، ادبیاتها، مسترها، فلان بهمان فلان بهمان، همه اینا رو توی واحدهای اضافه‌ای که رشته ادبیات انگلیسی داره پاس کنید و به شدت هر روز باید درس بخونید. به شدت هر روز باید درس بخونید. و مهاجرت پذیر بودنش توی بعضی از کشورها خیلی بیشتر از آموزش زبانه و کار پیدا کردنش راحت تره نسبت به آموزش زبان، ولی اگر شما این سختی رو به جون بخری و از پسش بر بیای، شرایط بعدم برات اوکی میشه. اگر نه که بهتر آموزش زبان رو انتخاب کنی. مترجمی رو که کلا بذار کنار، مترجمی اصلا تو باغ نیست، خارجه، به خاطر اینکه مختص ایرانه، اصلا به درد هیچ کجا نمیخوره، هیچ کجا شما رو پذیرش نمیکنه توی مترجمی زبان، مگر دو سه تا کشور محدود که اونم شانس بیارید. که من دیدم آ مترجمی بودن از دوستام که رفتن، ولی خیلی وضعیتشون سخت متاسفانه، مترجمی رو قبول نمیکنن. در چه بابت قبول نمیکنن؟ ممکنه بگی آخه مترجمی بهترین رشته است. درسته، مترجمی بین رشته های زبان بهترین رشته است، اما در چه صورت؟ در صورت این که تو یه زبان بجز زبان مادری یعنی فارسی و بجز اون انگلیسی که داری میخونی مسلط باشی یا مدرکشو داشته باشی. مثلا من فارسی هم انگلیسی بلدم، فرانسوی هم بلدم. آره، این میشه برات ثروت. میتونی در طی 2 سال خونه و ماشین و همه چیز تو بخری، همه جا استخدام بشی و مترجم بشی، بری فرانسه به فرانسوی و انگلیسی یاد بدی، یا بهترین کشور رو بخوام بهتون بگم چین و کره، که کره به صورت رسمی میتونید برید و به کره‌ای ها انگلیسی یاد بدید. خیلی خفنه، خیلی خفنه و شما رو به درآمد بالایی میرسونه. ولی خب چون 99 درصد اینجوری نیستن، رشته مترجمی میشه بدترین رشته برای مهاجرت و حتی کار پیدا کردن. البته توی ایران بخوای کار پیدا کنی برای زبان انگلیسی، وضعیت بازار کار ایران افتضاحه. ببین الان هیچ کدوم از رشته ها بازار کارشون خوب نیست، شاید 1-2 درصد، واقعا 1-2 درصد. و شما اگه هر رشته‌ای که میری خلاق نباشی، خب جدا از این که خوابگاه میری، دانشگاهت خوبه، هدف داری، ولی اگر به قول معروف تلاش نکنی و خلاق نباشی، نمیتونی به درآمد برسی. اوکی، پس شما باید این خلاقیت رو توی خودتون ایجاد بکنید. مثلا رشته زبانی بیا فعالیت بکن توی شبکه‌های اجتماعی، هر روز ویدیو بذار، پست بذار، تلاش کن، ناامید نشو، و هزار تا مورد دیگه. یا مثلا میتونی بری در واقع توی این مؤسسه های آموزش زبان کار بکنی، و خیلی جاها وجود داره که اینجور جاها بین رشته های زبان زیاد تفاوتی نیسته. شما همین که بتونی انگلیسی صحبت کنی و یه مدرک زبان دانشگاهی داشته باشی کافیه. این از این. و همونطور که گفتم بدترین رشته برای مهاجرت همین مترجمی به حساب میاد. بازار کارش هم که براتون گفتم یکسانه، فقط باید انگلیسی بتونید صحبت بکنید. حتما در کنار خوندن انگلیسی توی 4 سال دانشگاه کتابهای دیگر رو هم بخونید و هر روز تمرین کنید، تمرین مکالمه، و نمره و معدل دانشگاهتون رو 100% بالا ببرید. فرقی نمیکنه آزادی، پیام نوری، دولتی هستی، یعنی روزانه هستی، شبانه هستی، فرقی نمیکنه، معدلت به شدت بالا باشه. بچه دمتون گرم، مراقب خودتون باشید، لایک و سابسکرایبتون نره. یا علی.